این ویدیو یک ویدیوی هشداره که نکاتی رو توی اون میخوام بگم که حتما باید اونها رو رعایت کنید. اگه کانال یوتیوب دارید و دارید برای اون محتوای ویدیویی تهیه میکنید و به دنبال این هستید که بتونید بالاخره از کانال خودتون درآمد داشته باشید، چند تا کار رو به هیچ عنوان نباید توی یوتیوب انجام بدید، چون اگر این کارها رو انجام بدید یوتیوب حتی میتونه کانال شما رو ببنده و یا حتی اون محتوای ویدیویی رو که منتشر کردید رو از کانال شما برداره و اجازه نمایشش رو نده. اگه دوست دارید که در این مورد بیشتر بدونید ادامه ویدیو رو تماشا کنید. من محسن نبوی هم و این کانال ویدیو بازه. اگه محتواهای کانال ویدیو باز برای شما مفیده و برای شما کاربردیه که مربوط میشه به دنیای ویدیو و کارکردهایی که ویدیو کلن در جاهای مختلف مثل یوتیوب، اینستاگرام و جاهای مختلف برای شما داره، پیشنهاد میکنم که دکمه سابسکرایب کانال ویدیو باز رو بزنید و اگه اون دکمه زنگوله کنار اون رو هم بزنید، به محض اینکه ویدیو جدیدی روی کانال قرار بدم میتونید از اون مطلع بشید و تشریف بیارید اون ویدیو رو تماشا کنید. اما چه کارهایی رو نباید انجام بدیم که باعث بشه که کانال ما بسته بشه و یا اون محتوای ویدیویی از روی کانال برداشته بشه؟ اولین نکته‌ای که بارها و بارها از زبان خیلی از یوتیوبرها خواهید شنید توی آموزش‌هایی که در رابطه با یوتیوب میدن اینه که کپی رایت رو رعایت کنید. یعنی شما باید از محتواهایی که توی ویدیوهای خودتون دارید استفاده می‌کنید، محتواهایی باشه که یوتیوب اونها رو بهش مجوز داده و به رسمیت می‌شناسه. توی کشور ما به واسطه اینکه حالا قانون کپی رایت به صورت عمومی اجرا نمیشه و خیلی از افراد اطلاع درستی از اون ندارن، شاید این اشتباه رو ما بکنیم برای تولید ویدیوهامون که از محتواهایی از عکس‌ها، موسیقی و فیلم‌ها و ویدیوهایی استفاده کنیم که شامل قانون کپی رایت بشه. یوتیوب روی این مسئله خیلی حساسه و به دنبال این می‌گرده که محتوای ویدیوی شما یک محتوای ویدیویی درست، شفاف و تمیز باشه. برای این کار منابع زیادی وجود داره که شما میتونید از عکس، ویدیو و موسیقی استفاده کنید توی محتواهای ویدیویی که دارید میسازید. اما باید اون مطالب و اون مواد و اون متریالی که دارید استفاده میکنید توی ویدیوهاتون این اجازه رو داشته باشه، یا اینکه به صورت آزاد وجود داره و شما میتونید برید از اون استفاده کنید توی ویدیوهای خودتون، و یا اینکه اون رو خریداری کردید و یوتیوب این رو متوجه میشه که اگر شما قواعد و قانون کپی رایت رو رعایت نکنید به شما اخطار میده و شما رو جریمه میکنه و یا حتی تا جایی میتونه پیش بره که کانال شما رو ببنده. این یک موضوع فوق العاده مهم برای مخصوصا یوتیوبرهای فارسی زبانه، به همون دلیلی که بهتون گفتم، شاید چون ما قواعد کپی رایت رو باهاش آشنا نیستیم این اشتباه رو مرتکب بشیم و باعث بشه که تمام زحماتی که داریم روی کانال یوتیوبمون میکشیم از بین بره. پس اولین نکته‌ای که بهش توجه کنید اینه که از جاهای عکس، ویدیو و موسیقی خودتون رو برای ویدیوهاتون انتخاب کنید که یوتیوب اونها رو مجاز میدونه و به شما این اجازه رو میده که از اون مطالب و از اون متریال ها استفاده کنید که ویدیوهای خودتون رو بسازید. دومین نکته ای که برای یوتیوب فوق العاده اهمیت داره زمانیه که کانال شما مانیتایز شده و روی ویدیوهای شما داره تبلیغ نمایش داده میشه. اگه شما از کاربرهای خودتون و تماشاگرهای خودتون بخواید که روی تبلیغات کلیک کنند به خاطر اینکه شما بتونید درآمد داشته باشید، اگر یوتیوب این موضوع رو متوجه بشه شما رو جریمه میکنه. این خیلی برای یوتیوب اهمیت داره که شما چیزی رو به اجبار تحمیل نکنید به مخاطبهای خودتون و اونها به خواسته خودشون و با درخواست خودشون این کار رو انجام بدن. شما نمیتونید از مخاطبهاتون بخواید که لطفاً مثلا روی تبلیغاتی که روی ویدیوهای من وجود داره کلیک کنید برای اینکه بتونید از کانال ما حمایت کنید. یوتیوب این موضوع رو میتونه متوجه بشه و عواقب بسیار سنگینی میتونه برای شما، کانالتون و محتواهایی که دارید تولید میکنید داشته باشه. نکته سوم خیلی برمیگرده به رفتار خودمون در رابطه با محتواهای ویدیویی و در رابطه با کار کردن توی پلتفرم‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی. خیلی از افراد فکر میکنن اگر خودشون روی تبلیغات کلیک کنن این اتفاق میفته که کانالشون رشد میکنه و میتونن به درآمد برسن. یوتیوب این موضوع رو میتونه متوجه بشه که کلیک هایی که روی تبلیغات ویدیوها زده میشه از طرف شماست یا از طرف کاربرهای دیگه. اگر شما این موضوع رو رعایت نکنید و خدای نکرده فکر کنید که با این کار دارید که یک کار زرنگ بازی رو اصطلاحاً انجام میدید، میتونه کانال شما رو جریمه کنه، میتونه کانال شما رو ببنده.
پس نکته سوم اینه که خودتون روی تبلیغات این اجازه رو ندارید که کلیک کنید و باعث بشید که مثلا برای خودتون درآمد به وجود بیارید. وظیفه شما تولید محتوای ویدیویی خوب، جذاب و استاندارده. همین و ما بقیه اتفاقاتی که قراره روی ویدیوی شما، روی تبلیغات شما بیفته، برمیگرده به مخاطب‌های شما، برمیگرده به اینکه اونها چقدر دوست داشته باشن که روی اون تبلیغات کلیک کنن، چقدر دوست داشته باشن که از کانال شما به واسطه حالا کلیک کردن روی تبلیغات یا هر حرکت دیگه حمایت کنن. شما خودتون این اجازه رو ندارید که کلیک کنید. پس یادتون باشه که این کار رو به هیچ عنوان انجام ندید، چون دیر یا زود یوتیوب متوجه این اتفاق میشه و عواقب خیلی خیلی سنگینی برای شما داره و میتونه تمام زحمت‌های شما رو به باد بده. و اما نکته چهارم که یک جورهایی بین کاربرهای ایرانی خیلی حالا عمومیت پیدا کرده، مخصوصا اونهایی که تو اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، و اون خرید سابسکرایب، لایک یا هر اتفاق ویو، هر چیزی که میتونه به ظاهر ویدیوهای شما رو پروموت کنه و باعث رشدش بشه. خیلی وقتها خیلی از افرادی که دارن توی اینستاگرام مثلا دارن فعالیت میکنن، میرن از یک سری از ربات ها، از یک سری از شرکت ها لایک میخرن، فالوور میخرن یا هر کار دیگه ای انجام میدن که نشون بدن که ویدیوی اونها ویدیوی عمومی تری، بازدید بیشتری داره و و و اتفاقاتی از این دست که خیلی از افراد دارن انجام میدن. تو یوتیوب شما اجازه ندارید این کار رو بکنید، چون یوتیوب متوجه این اتفاق میشه و میتونه کانالتون رو حتی مانیتایز نکنه، میتونه کانالتون رو ببنده. یوتیوب میاد بررسی میکنه که این سابسکرایب ها چه جوری به وجود اومده، از چه طریقی، از طریق رفتار کاربرها اینها رو بررسی میکنه و بر اساس اون به کانال شما امتیاز میده یا کمک میکنه این امتیاز رو بهش بده که مانیتایز بشه یا اینکه نشه. آیا اون ویدیو بتونه به شما این درآمد رو برسونه که سابسکرایب شما سابسکرایب های واقعیه، بازدید های شما بازدید های واقعیه، لایک هایی که برای ویدیوهاتون میخوره واقعیه یا اینکه نه. این رفتار که حالا توی اینستاگرام خیلی زیادتره رو روی کانال یوتیوبتون به هیچ عنوان انجام ندید، چون دقیقاً یوتیوب روی این مسائل حساسه و یک جورایی خط قرمزه برای یوتیوب، و اگر این کارها رو انجام بدید به راحتی میتونید زحماتتون رو به باد بدید، میتونید کاری کنید که کانالتون بسته بشه و خیلی خیلی اتفاقات دیگه‌ای که میتونه دلسرد کننده باشه برای شمایی که مصمم هستید برای کار کردن و فعالیت روی یک پلتفرم پرقدرتی مثل یوتیوب. بهتون قول میدم اگر درست و استاندارد کار کنید، دیر یا زود این اتفاق میفته که کانال شما بتونه به درآمدزایی برسه. پس خیلی دنبال راه‌های میانبر و عجیب غریب و این اتفاقات نباشید. یک مقداری حوصله کنید و پشت کار و یک برنامه و استراتژی درست فعالیت کنید که کانال شما درست، طبیعی و استاندارد رشد کنه، که اونطور میتونه ویدیوهای شما پربازدیدتر بشه و شما میتونید کم کم از کانال خودتون به درآمد برسید. امیدوارم که این چند تا نکته‌ای که بهتون گفتم رو حتماً حتماً به خاطر داشته باشید و به هیچ عنوان این وسوسه نشید که برید سراغ این اتفاقات، چون عواقب سنگینی میتونه برای کانالتون و فعالیتتون روی یوتیوب داشته باشه.